سلام نازنین هستم به چنل مگافکت خوش اومدید در این ویدیو قصد دارم به دوران تبدید محمد رضا شاه پهلوی بپردازم این ویدیو رو از روز خروجشان از کشور در تاریخ 26 دی 1357 شروع می کنم من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم انقلاب ملت ایران نمی تواند مورد تایید من به عنوان پادشاه ایران و به عنوان یک فرد ایرانی نباشد. 26 دی 1357 محمد رضا شاه مثل همیشه رس ساعت ده صبح به دفتر خودشون رفتند. چند تا نامه رو امضا کردند. دکتر محمد باهری برای چندمین بار از محمد رضا شاه خواستن که ایران رو ترک نکنن. محمد رضا شاه بعد از خوردن چای و شیرینی یه نگاه به دفترشون کردند و گفتن بریم هر 15 دقیقه یک بار از سفارت آمریکا به کاخ شاه زنگ می زدن تا از رفتن شاه مطمئن بشن. کسایی که توی کاخ صاحب قرانیه و کاخ نیاوران مونده بودن جمع شده بودن و منتظر بودن همه گریه می کردن. شاه و شهبانو با همه دست دادن و شاه بهشون گفت ناراحت نباشید بر می گردم و بعد هر دو اونها با هم به فرودگاه هلیکوپتر کاخ رفتن شاه و شهبانو به همراه امید اصلان افشار رئیس تشریفات دربار و سرهنگ جهان و سرهنگ از نویسی، دکتر پیرنیا پزشک خانوادگی سوار دو هلیکوپتر جداگانه شدند. محمد رضا شاه به آقای مرتزا لطفی خبرنگار اجازه داد به فرودگاه بیاد. شاه در جواب سوالاتی که ازشون پرسیده میشد گفتند تهران رو به طرف مصر ترک می کنم و چند روز اونجا استراحت می کنم. همونطور که در زمان تشکیل این دولت گفته بودم مدتیه که احساس خستگی می کنم و احتیاج به استراحت دارم. و بعد از اینکه خیالم راحت بشه و دولت کارش رو شروع کنه به مسافرت میرم و این سفر الان شروع شده امروز با رأی مجلس شورای ملی که بعد از رأی سنا داده شد امیدوارم که دولت بتونه هم گذشته رو جبران کنه هم توی پای گذاری آینده موفق باشه و برای این کار ما مدتی همکاری و حسن وطن پرستی به معنای اشد کلمه احتیاج داریم اقتصاد ما باید راه بیفته مردم باید زندگی عادیشون شروع بشه و پای ریزی بهتری برای آینده بکنیم حرف دیگه ای جز حفظ وضع مملکت و انجام وظیفه بر اساس میهن پرستی ندارم. مدت سفر من بستگی به حالت مزاجی من داره و در حال حاضر نمیتونم دقیق مشخص کنم. ساعت 13 و 8 دقیقه زمان خدافزی رسید. سپه بود فرمانده نیروی زمینی در برابر شاه زانو زد و زانوهای شاه و بوسید و گفت علا حضرت ما رو رها نکنید شاه با چشمای پر از اشک سپهبد بدرهای و با دو دست بلند کردند و دستشون رو تا مدت کوتاهی گرفتن و همه گریه میکردند محمد رضا شاه و همراهانش از پله های هواپیمای شاهین بالا رفتن و شاه با صدای بلند گفت ایران رو به شما می سپارم و شما رو به خدا شاه هواپیما رو تا مرز عربستان سعودی خودشون خلبانی کردند از فرودگاه مهرآباد بلند شدن و چرخی روی شهر تهران زدن و توی آسمان شادی گروهی از مردم توی خیابان رو از خروج خودشون دیدن و از مرزهای ایران برای همیشه بیرون رفتن اولین مقصد اسوان مصر بود ادامه یه ویدیو رو از زبان شهبانو براتون میگم وقتی به اسوان رسیدیم انور سادات رئیس جمهور مصر با همسر و دخترش پای پله های هواپیما منتظر ما بودند و با محبت از ما استقبال کردند. وقتی همسرم آرام از پله ها پایین اومد رئیس جمهور مصر اونو بغل کرد و گفت اینجا مملکت خود شماست و ما برادران شما و ملت شما هستیم توی مصر پروفسور فلاندرن پزشک معالج شاه به بالین ایشان اومد شاه نگران بود نکنه پزشکا اونو رها کنن پیمان شکنی اطرافیان و تنها گذاشتنش خیلی زود شروع شد شاه میخواست مطمئن شه که این معموریت پزشکی که از پنج سال پیش شروع شده ادامه داشته باشه شیش روز بعد از ورودمون به مصر به سمت مراکش پرواز کردیم دعوت ملک حسن باعث خوشحالی همسرم شد شاه نمیخواست بیشتر از این از مهمان نوازی سادات استفاده کنه ملک حسن یه ویلا خارج از شهر توی کوهپایه های اطلس برای اقامت در اختیارمون گذاشت. شاه توی مراکش کارکنان بوینگ 707 که همه نظامی بودن و از تهران تا مراکش همراه ما بودن از خدمت معاف کرد. حتی با رفتن بعضی از ماموران امنیتی که دوست داشتن به ایران برگردن موافقت کرد. شاه میخواست هواپیما به ایران تحویل داده بشه و از یه طرف هم خانواده این افراد توی تهران بودن شاه گفت نمیدونم کی برمیگردم ولی وقت اون رسیده شما پیش خانواده هاتون برگردید اگه در زمان ورود مشکلی براتون پیش اومد بگید به اجبار ما رو همراهی کردین و بعد همین کلمات رو برای اطرافیان ما تکرار کرد بعضی از اونا تصمیم داشتن به ایران برگردن و بعضی های دیگه قصد پناهندگی توی آمریکا و اروپا رو داشتن 25 بهمن وقتی باخبر شدیم به سفارت آمریکا توی تهران حمله شده متوجه شدیم که امکانات تبعید روز به روز برامون مشکلتر میشه شاه با وجود بیماری که باعث لاغری و تحلیل قوای او شده بود هرگز از اوضاع شکایت نکرد ورود بچه ها به مراکش اتفاق غیر منتظری برای ما بود و باعث شادی ما شد. این دیدار باعث شد لحظه های خوشی داشته باشیم. از آخرین دیدار ماها گذشته بود و این دیدار باعث شده شادی توی چهره شاه دیده شه و صدای خنده هاشو بشنویم. رئیس سازمان اطلاعات فرانسه برای دیدن همسرم به مراکش اومد و در مورد خطرات اقامت ما توی مراکش برای ملک حسن دوم گفت. و حتی گفت دستور دادن افراد خانواده سلطنتی مراکش رو به خاطر معاوضه با ما بدوزن و ملک حسن هم در این مورد با خبر کرده بودن و ایشان گفته بود این موضوع وحشتناکه اما تصمیم ما عوض نمیکنه. من نمیتونم از پذیرایی مردی که روزهای غمانگیزی و توی زندگیش میگذرونه خودداری کنم. توی چنین شرایطی باید هرچه زودتر یه تبیدگاه جدید پیدا می کردیم. دولت فرانسه ما رو نپذیرفت چون از عهده حفاظت ما بر نمی اومد. دولت سوئیس هم همین حرف و زد ولی با این تفاوت که راه و برای پذیرش ما در آینده باز گذاشت. کشور موناکو اول با رفتن ما به کشورشون موافقت کرد اما تحت فشار دولت فرانسه منصرف شد دولت آمریکا هم گفت در آینده شاید انگلستان هم گفتند در صورت پیروزی مارگارت تاچر توی انتخابات با رفتن ما موافقت میکنن اما همین که به نخست وزیری رسید زیر حرفش زد و معتقد بودند رفتن ما به انگلیس به ضرر منافع کشور اوناست ما با بسیاری از کشورهای دنیا روابط نزدیک و بعضی هم روابط دوستانه داشتیم ولی امروز همه از ما رو برگردوندن با خبر شدیم کشور باهاماس حاضر شده به مدت سه ماه ما رو بپذیره که این دعوت هم به خاطر تلاش های دیوید راکفلر و هنری کیسینجر بود که توی آخرین لحظات به دست ما رسید. اونا موفق شده بودن رئیس جمهور باهاماس و برای اقامت موقت ما توی جزیره پارادایس راضی کنن. دهم ده فروردین 1358 ما به طرف ناساو پایتخت باهاماس پرواز کردیم. روبرت آرماو توی فرودگاه از ما استقبال کرد. اونو میشناختم. متخصص روابط عمومی و همکار راکفلر بود. اون برای سرعت بخشیدن و بهبود روابط دیپلماتیک با مقامات باهاماس و فراهم کردن امکانات برای امنیت و زندگی روزمره ما اومده بود. علاوه بر آرماو که رابط ما با دولت آمریکا بود، یکی از همکاراش به اسم مارک مورس همراش بود. خونه ای که برای ما به قیمت خیلی زیادی اجاره شد، فقط یه سالن و دو اتاق داشت. اونا با شنیدن اسم ما قیمت ها رو پنج برابر و حتی ده برابر می کردن. دو ماه و ده روزی که توی جزیره باهاماس بودیم تاریکترین روزهای زندگیم بود. هنوز هشت روز از اقامتمون نگذشته بود که خبر کشته شدن امیر عباس رو شنیدیم. این خبر برای ما واقعا دردناک بود. شاه برای گریه به گوشه ای رفت من غرق در غم و اندوه شدم من تونستم با فریدون هویدا که سفیر ایران در سازمان ملل متحد بود تماس بگیرم و بهش بگم که چقدر از این اتفاق ناراحت شدیم مقامات با به این شرط ما رو پذیرفتن که کوچکترین عقیده که جنبه سیاسی داشته باشه ابراز نکنیم و این باعث تعجب بود چون با با ایران هیچ رابطه ای نداشت. پاری ماش روز بعد از مرگ هویدا عکس جسد هویدا رو توی یه صفحه و عکس چند روز قبل شاه رو در صفحه مقابل اون چاپ کرد. به این معنی که در زمان مرگ هویدا شاه در حال خوشگذرانیه. خیلی ها موضوع رو باور کردن و در بین نامه های وحشتناکی که بعد از این اتفاق به من رسید یکی خیلی بیشتر از بقیه منو ناراحت کرد این نامه از طرف سعیده دختر تیمسار پاکروان که به تازگی اعدام شده بود به ما رسید که به خاطر ناراحتی از اعدام پدرش نوشته بود هنگامی که شما زیر آفتاب خوش میگذرانید پدر مرا تیرباران کردن خلخالی اعلام کرده بود که افرادیو برای کشتن ما میفرسته و هفتاد هزار دلار جایزه تعیین کرده بود مدتی بعد این جمله رو هم به گفتهاش اضافه کرد اگر فرح او را بکشد علاوه بر دریافت جایزه اف خواهد شد و میتواند به ایران بازگردد بیماری شاه رو به وخامت بود پروفسور فلاندن قبول کرد که به باهاماس بیاد برای شاه توضیح دادن که باید توی مرکز پزشکی تخصصی بستری بشن چون باید تحال ایشان برداشته شه و راه دیگه ای هم سه دوره عشق درمانی بدون اطلاف وقت بود توی مذاکرات تصمیمات شخصی بیمار نقش مهمی داشت شاه با قبول خطر راه حل دوم انتخاب کرد و این تصمیم رو با آگاهی کامل و اطلاع از وضع بیماری خودش قبول کرد. این جمله رو بی پرده عنوان کرد. در حالی که افسران مرا در ایران میکشند من نمیتوانم با اعلام واقعیت درباره بیماریم آنها را به کلی ناامید کنم او از پروفسور سه ماه مهلت خواست و قول داد که بعد از سه دوره شیمی درمانی راز بیماری ایشان فاش میشه تصمیم شاه شیمی درمانی از راه تزریق در شرایط خیلی سخت و با کمک شهبانو در نقش پرستار شروع شد. سه هفته قبل از تمام شدن اجازه اقامت مقامات باهاماس شاه و مطلع کردند که اجازه اقامت رو تمدید نمیکنند دولتها یکی یکی به شاه جواب منفی میدادند فقط انورسادات بود که با شهامت روی دعوتش تأکید میکرد این کار انور سادات باعث دشمنی کشورهای عربی با خودش بود و شاه معتقد بود که انور سادات به اندازه کافی گرفتاری داره. مکزیک با وساطت هنری کیسینجر بالاخره با رفتن شاه به اون کشور موافقت کرد. بریم ادامه ماجرا رو از زبان خود شهبانو براتون بگم. پنج ماه بعد از ترک تهران ما به طرف چهارمین تبیدگاه رفتیم. شاه این زندگی جدید و با نوشتن خاطرات شروع کرد منم شروع به یاد گرفتن زبان اسپانیولی کردم نیروی جسمانی شاه خیلی تحلیل رفته بود ولی سعی می کرد درد و بیماریش رو مخفی کنه توی صحبت هامون هیچ وقت از کلمه سرطان استفاده نکرده بودیم ولی یه شب این کلمه رو به زبون آورد من به ایشان گفتم مطمئنم در برابر این بیماری پیروز خواهید شد حتی اگر سرطان باشه ایشان حرف منو تایید کردن بچه ها هنوز از بیماری پدرشون خبر نداشتن توی مکزیک ریچارد نیکسون برای دیدن ما اومد کلمات محبت آمیز و وفاداری رئیس جمهور سابق شاه و در این دوره که همه به ما پشت کرده بودن خوشحال می کرد هنری کیسینجرم برای دیدن ما به مکزیک اومد شاپور بختیار از پاریس با ما تماس گرفت تونسته بود از ایران خارج شه شاه حاضر نشد با بختیار صحبت کنه پرسیدم میخواید من باش حرف بزنم گفت اگر مایلی نخست وزیر سابق گفت قصد داره از این به بعد علیه روحانیون مبارزه کنه و در آخر از من خواست مراتب احترام او رو به شاه برسونم صادق خلخالی اعلام کرده بود که آدم او در راه مکزیک هستند. بنابراین ما منتظر اونا بودیم. توی مکزیک شاه احساس درد شدیدی کرد. پروفسور فلاندن قرار بود مدتی بعد برای تزریق دوره سوم بیاد. شهبانو از پزشکان محلی کمک خواست و اونا تشخیص بحران مالاریا رو دادن. معالجه اونا فایده ای نداشت. آرماو خودش مسئول سلامتی شاه میدونست ولی از اون طرفم از بیماری واقعی شاه بیخبر بود به همین خاطر یه متخصص آمریکایی به اسم دکتر کین رو به مکزیک دعوت کرد ولی این دکتر تشخیص متفاوتی برای بیماری شاه دادن گفتند شاه به مالاریا مبتلا نشدن و تشخیصشون مشکل لوزالمعده بود دکتر کین آزمایش خون برای شاه تجویز کرد ولی شاه مخالفت کردند چون به پروفسور فلاندرن اعتماد کامل داشت و هنوز نمیخواست راز بیماریش فاش بشه به همین خاطر دکتر کینم به نیویورک برگشت پروفسور فلاندرن اعلام کرد شاه باید هرچه سریعتر برای انجام معاینات و درمان بستری بشن اولین مسئله مورد بس محل بستری شاه بود وقتی موضوع رفتن به آمریکا مطرح شد شاه گفت به اونجا نخواهم رفت پنج به شب قرار شد شاه به آمریکا برن رفتن شاه به آمریکا فقط به اراده و تصمیم خودش نبود دلایل دیگه ای در این تصمیم گیری دخالت داشت پروفسور فلاندن به مکزیک رفت تا از وسایل پزشکی مطمئن شه و نظر مثبتی هم درباره امکانات طبی مکزیک داشت ولی متوجه شد گروه آمریکایی موافق موندن شاه توی مکزیک نیستند پروفسور فلاندن گفتند امکان درمان در مکزیک هست ولی آرماو در جواب گفت برای چنین بیماری امکان پذیر بودن کافی نیست باید بهترین رو فراهم کرد که آمریکا فقط میتونه بهترین امکانات رو عرضه کنه برای فلاندن روشن شد دلایل کافی برای قبول سفر آمریکا فراهم شده اون پیش بینی کرده بود سیاستی که آرماو و کین پیش گرفتن مانع دخالت اون میشن انتخاب بیمارستان نیویورک بدبینی بینی پروفسور رو بیشتر کرد ولی کین و آرماو و تاکید میکردن به خاطر محرمان نگه داشتن بیماریه پروفسور فهمید همه تصمیمات از قبل گرفته شده و نقش اون تموم شده گزارش 6 ساله بیمار رو به دکتر کین داد پروفسور به شاه توضیح داد نمیتونه توی نیویورک در کنارشون باشه و شاه هم ازشون تشکر کرد پروفسور با نگرانی شاه رو ترک کرد شاه بانو نگران تظاهراتی بود که ممکن بود برپا بشه و همینطور نگران دشمنی سیاستمداران آمریکا بود به جز آرما و کین خانواده شاه مخصوصا شاه اشرف معتقد بودن شاه آمریکا بهتر مالجه میشه. به طرف نیویورک پرواز کردیم. قصد داشتیم پیش شاه اشرف بریم. ولی با دیدن روزنامه نویسا زیر پنجره ایشان منصرف شدیم و مستقیم به طرف بیمارستان نیویورک حرکت کردیم. در تمام طول سفر دنبال فرصتی بودم که بتونم بچه ها رو از بیماری پدرشون با خبر کنم. قصد داشتم قبل از رفتن همسرم به بیمارستان اونا رو در جریان بذارم تا مانع این بشم جریان رو از خبرنگارا و تلویزیون و پزشکا بشنون. تونستم موضوع رو بهشون اطلاع بدم. در زمان ورود به اتاق جراحی شاه با ناامیدی دست منو محکم گرفت و گفت مواظب بچه ها باش جراح کیسه سفرای شاه و برداشت در صورتی که باید تهار رو هم بر می داشت ولی این کار رو نکرد بعدا ادعا کرد انجام دو عمل جراحی به نظرش سخت بوده عمل جراحی با عدم مهارت انجام شده بود شکم به اشتباه از زیر دنده چپ باز شده بود و در آخر یه سنگ توی مجرای سفرای بیمار جا گذاشته شده بود. دردهای شدید شاه خیلی زود شروع شد. پزشکان متوجه شدند همه سنگ ها رو بیرون نیاوردن. به جای باز کردن شکم تصمیم گرفتن اندوسکوپی انجام بدن. ولی پزشک مسئول این کار بهانه آورد که شب باید به اوپرا بره. در همون زمان دکتر کلمن معالجات سرطان رو ادامه میداد. مرکز مبارزه با سرطان مقابل بیمارستان نیویورک بود و ما از راهروهای زیرزمینی که این دو ساختمان را به هم متصل می کرد به پرت و درمانی رفتیم. تظاهر کنندگان ایرانی از حضور شاه در بیمارستان با خبر شدند. هر روز زیر پنجره های بیمارستان تجمع می کردن و صدای مرگ بر شاه شنیده می شد. شاه یه بار دیگه برای خارج کردن سنگ صفرایی که جراح جا گذاشته بود تحت عمل جراحی قرار گرفت. عمل به دلیل امنیتی شب انجام شد. خطر تحویل دادن شاه باقی مونده بود. عواست آزرما پزشکا به این نتیجه رسیدن که شاه میتونه به زودی بیمارستان رو ترک کنه. دنبال تهیه مقدمات برگشت به مکزیک بودم که مقامات مکزیک با اقامت ما موافقت نکردند. تبیدگاه جدید ما تعیین شده بود. پایگاه هوایی لاکلاند در تگزاس. خبر رفتن به تگزاس و همسرم با تلفن بهم هم داد. دولت آمریکا از ما خواست که مقصد ما کاملا محرمانه باشه و با هیچ کس در این مورد صحبت نکنیم. حتی بچه ها با اینکه خیلی سخت بود و ستم غیرقابل قابل تحملی بود قبول کردم. قرار شد روز بعد حرکت کنیم. برای شام به منزل شاهدخت اشرف رفتیم. روز بعد ما به پناهگاه جدیدمون رفتیم. ساختمان بیماران روانی در بیمارستان نظامی شاهو توی اتاقی جا دادن که جلوی پنجره دیوار کشیده شده بود منم به اتاقی بردن که در اتاق فقط از بیرون باز می شد و دستگیره نداشت دیوانه شده بودم باورم نمیشد. مردان سفید پوشی که مواظب بودن توضیح نمی دادن. اتاق من پنجره‌ای با میله های آهنی داشت دچار حالت خفگی شده بودم با سرعت برای باز کردن به طرف پنجره رفتم اما پرستار با سر به من اشاره کرد حق دست زدن به پنجره را ندارم دکتر پیرنیا رسید بهش بگید اگه پنجره رو باز نکنه من دیوونه میشم مامور قبول کرد پنجره رو نیمه باز کنه هوای تازه برام نعمتی بود برای اینکه که عقلمو از دست ندم شروع به توصیف دقیق اتاق توی دفترچه خاطراتم کردم از حالت طبیعی خارج بودم فکر کنم فریاد کشیدم ما رو به حبس آوردید کارتر ما رو به زندان انداخته به من اجازه تلفن کردن دادن من به چند نفر از دوستامون تلفن زدم و گفتم اگه خبری از ما نشد ما در پایگاه هوایی لاکلاند تحت نظر هستیم سردرگم و کلافه بودم آرماو برای مذاکره با نظامیا رفته بود بعد چند ساعت برگشت و گفت ما رو موقت اینجا نگه داشتن تا یه آپارتمان در اقامتگاه کارمندان پایگاه برامون آماده کنن سرانجام به اون چند اتاق مبله رسیدیم یکم آروم شدم در این زمان بود که خبر وحشتناک قتل شهریار شفیق به ما رسید شهریار که 34 سال داشت افسر نیروی دریایی بود مورد علاقه و احترام خاص شاه و من بود شاه دخت اشرف که ناراحت مرگ شهریار بود پیش ما اومد ما کاری جز از دستمون بر نمی اومد. دولت فرانسه هیچ وقت نتونست قاتل شهریار شفیق دستگیر کنه کشته شدن شهریار حال شاه بدتر کرد تحال شاه دوباره متورم شده بود پروفسور فلاندرن رو با خبر کردم ایشان برای شاه دارو تجویز کرد که اینم یه اشتباه دیگه بود کاخ سفید تمایل به موندن ما نداشتند وزارت خارجه آمریکا به ما خبر داد که حتی دولت آفریقای جنوبی که قبلا با رفتن ما موافقت کرده بود تغییر عقیده دادن واقعا توهین آمیز بود سرانجام همیلتون جردن دبیر کل کاخ سفید به شاه اطلاع داد دولت پاناما آمادگی خودش برای پذیرش ما اعلام کرده دکتر بنجامین کین و ویلیامز معتقد بودند باید تحال برداشته بشه دولت آمریکا حاضر نشد عمل رو اونجا انجام بدیم از گفته های جردن هم اینطور مشخص بود که ما هرچه زودتر باید خاک آمریکا رو ترک کنیم سرانجام شاه تصمیمش رو گرفت و گفت بریم عمل جراحی رو همونجا انجام میدیم مقامات پاناما دکتر ریوس رو برای نظارت بر بیماری شاه تعیین کردند. بعدها شنیدم یک درگیری سیاسی برای عمل جراحی شاه و انتخاب بین بیمارستان گورگاس که هنوز تحت اداره آمریکایی هاست و کلینیک پایتیا که در اختیار دولت پاناماست پیش اومده. دکتر ریوس در بهمن ماه برای معاینات مقدماتی همسرم رو در بیمارستان پانامایی بستری کرد. کشمکش بین پزشکای آمریکایی و پانامایی بالا گرفت دعوایی که سرانجام باعث لغو تصمیم عمل جراحی شد تصمیمی که زندگی همسرم رو به خطر انداخت و اونو به طرف مرگ سوق میداد به گفته پروفسور فلاندرن شهبانو از ایشان میخواد که به پاناما برن تا نیویورک با هواپیما رفتم و قرار بود فورا از اونجا به پاناما پرواز کنم ولی توی نیویورک اتفاقهایی افتاد که مجبور شدم روز بعد پرواز کنم آرما روز بعد منو به دفتر شخصی دکتر کین برد بنجامین کین و دکتر ویلیامز اونجا بودن به جز اونا آرما و چند نفر دیگه که نمیشناختم حضور داشتن دکتر کین با تکبر گفت پزشک شخصی شاه مسئول سلامتیش شو لازم نیست من به پاناما برم اما تصمیم من قطعی بود و تاکید کردم چون بیمار شخصا منو خواسته فقط اون میتونه مانع رفتن من بشه من همون روز بعد از ظهر به پاناما رفتم یک ماهو اونجا موندم تصمیم داشتم بدون توجه به دکتر کین هر کاری به نظرم میاد انجام بدم همین که به پاناما رسیدم با دکتر ریوس ملاقات کردم پزشک ماهری بود اطلاعاتو با هم رد و بدل کردیم تحال بزرگ شده بود باید از مغز استخوان آزمایش می تا دلیل معلوم بشه نتایج آزمایش امیدوار کننده بود دکتر کین و دکتر ویلیامز به جزیره اومدن نظرم درباره برداشتن هرچه زودتر تحالو به اونا گفتم برخورد سختی بین من و دکتر کین به وجود اومد با برداشتن تحال مخالف بود شاه نظر منو قبول کرد کین هم اجباری از نظر من تبعیت کرد ظاهرا می ترسید از دور خارج شه پس با خوشحالی به شاه گفت در این صورت بزرگترین جراح دنیا رو باخبر خبر می کنه و اون اسم مایکل دیبیکی رو به زبون آورد اسمش برام آشنا بود ولی اون یه متخصص برجسته جراحی قلب و عروغ بود شاه در برابر اسم دکتر دیویکی عکس عملی نشون نداد یا نمیشناخت یا نمیخواست نظری در این مورد بده حتی دکتر ریوس هم متعجب بود و مخالفت خودش رو اعلام کرد اون گفت تخصص دکتر دیبیکی ارتباطی با جراحی سرطان شکم نداره و دعوتش یه اشتباه محضه کین همه رو از دور خارج کرد آمریکایی ها بدون شرکت پزشکان پانامایی عمل جراحی رو انجام بدن ولی سلسله مراتب پزشکی پاناما حاضر نبود عمل و توی سرزمین اونا ولی بدون حضورشون انجام بشه تصمیمات پزشکی ما عملا تحت تاثیر مذاکراتی بود که بین کارتر و تهران در زمینه آزاد کردن گروگانها انجام میشد. زمان سر محل جراحی بیهوده هدر میرفت. رفت. اوضاع شاه رو به وخامت بود. باید کاری کرد. ترک پاناما آخرین امید بود. امروز برام آشکاره که تا چه حد دلایل سیاسی پنهان و ناگفتنی توی تصمیمگیری تاثیر داشت. سر انجام در کلینیک پزشکا به نوعی تفاهم رسیدن و عمل جراحی شاه رو به بهانه عفونت ریه که هیچکس به اون اعتقادی نداشت به تاخیر انداختن تا اینجا یه ماجرا اتفاقات رو از زبان پروفسور فلاندن براتون گفتم بریم که ادامه رو از زبان شهبانو براتون بگم به این نتیجه رسیدیم که هیچ جراحی حاضر نیست همسرم توی پاناما عمل کنه و هیچ امیدی هم وجود نداره در چنین موقعیت دیوانه کننده ای بود که به جهان سادات که همیشه جویای احوال ما بود تماس گرفتم مطمئن بودم که مکالمات تلفنی ما شنود میشه جهان بهم گفت بیایید ما توی مصر منتظر شما هستیم کارتر برای منصرف کردن مصر از پذیرفتن شاه به سادات تلفن زد ولی موفق نشد رئیس دولت مصر گفته بود جیمی میخوام شاه به مصر بیاد و زنده به اینجا برسه کاتلر مشاور رئیس جمهور آمریکا گفت حضور شما توی مصر باعث بدتر شدن اوضاع سادات میشه و به صلح خاور میانه صدمه میزنه با عصبانیت در جواب گفتم رئیس جمهور که از ما دعوت کرده نیاز به دستورالعمل کسی نداره کاتلر گفت پاناما بمونید ترتیب عمل جراحی رو میدم همسرم به آرامی گفت من میخوام با افتخار بمیرم نه روی تخت عمل و به خاطر اشتباه و یا معمولیت یک جراح کاتلر گفت آمریکا حاضره برای عمل جراحی یه بار دیگه شما رو بپذیره اما برای اینکه مشکلی با تهران پیش نیاد باید پادشاه قبل از این سفر از مقام سلطنت استفا بده ساداد پیشنهاد داد هواپیمای ریاست جمهوری مصر رو برای ما بفرسته اما آمریکایی ها ترجیح دادن با یه هواپیمای اجاره سفر کنیم از پاناما خارج شدیم شب بود ظاهرا برای بنزینگیری در جزایر آسور توقف کردیم وقتی هواپیما مشغول بنزینگیری بود چند نفر از مقامات محلی برای خوشامدگویی شاه پیش ما اومدن با اینکه شاه تب شدیدی داشت و اصلا تعادل نداشت از از جا بلند شد و تشکر کرد. هوای داخل هواپیما سرتر شده بود. همسرم احساس سرما می کرد. خیلی استرس داشتم که نکنه این آخرین تلاش برای جلوگیری از رفتن ما به مصر باشه. ما توی یه هواپیمای آمریکایی و در یک پایگاه آمریکایی بودیم. بنابراین امکان هر چیزی وجود داشت. آرماو سعی می کرد با همیلتون جردن تماس بگیره ولی موفق نشد چه اتفاقی افتاده بود بعدها از این توقف طولانی پرده برداشته شد کریستیان بور رابط سیاسی آمریکا و ایران امیدوار بود حکم تحویل شاه رو به دست بیاره و از همیلتون جردن خواسته بود هواپیما رو به منظور برگردوندن به پاناما توی آسور متوقف کنن صادق قطبزاده هم قول داده بود با خبر توقیف شاه گروگان ها رو آزاد می کنن. جردن هم قبول کرده بود موقتا هواپیما رو متوقف کنه. همیلتون جردن با گذشتن چند ساعت و نیومدن خبر از سهران اعتمادش نسبت به تعهدات قطبزاده و بورگه از دست داده بود. درخواست تحویل ما زمانی که به قاهره رسیدیم به دادگاه داده شد. اگر حکم دادگاه به موقع رسیده بود ژنرال توریخوس رئیس پاناما چه عکس عملی نشون میداد با گذشت 14 ماه سرگردانی و رنج و تحقیرهای زیاد رئیس جمهور سادات و همسرش جلوی پله های هواپیما به استقبال ما اومدن فرش قرمز پهن کرده بودند انور سادات شاه و بغل کرد شاه اینقدر لاغر شده بود که کت و شلوار به تنش بزرگ بود قبل از ورود ما به مصر سادات موافقت مجلس و برای اومدن ما گرفته بود وقتی مردم در جریان اومدن ما قرار گرفتن جمعیت زیادی به پیشواز اومدن رئیس جمهور ترتیب اومدن ما را در قصر قبه داده بود سادات شاه و با احترام تا بیمارستان همراهی کرد سرانجام شرایط لازم برای برداشتن تهال که باید یک سال پیش انجام میشد فراهم شد ترتیبات لازم برای اومدن بچه ها داده شد همه ما یه بار دیگه دور هم جمع شدیم بدون اینکه نگران این باشیم فردا بیرونمون میکنن شاه به خاطر وجود پزشکا و پرستارای اطرافش آرامش گرفت و این موضوع برای روحیه بیشتر شاه خیلی اهمیت داشت گروه پزشکی زیر نظر دکتر عبدالعزیز پزشک مخصوص سادات برای جراحی آماده شدن پروفسور فلاندرن، دکتر دیبیکی و همکارانش هم به قاهره دعوت شدند. کینو ویلیامز هم اومدن. پروفسور فلاندرن شاه و توی طبقه ای از بیمارستان معادی که به او اختصاص داده شده بود ملاقات کرد. از پنجره اتاقش رود نیل دیده میشد. شاه از دیدن فلاندرن خیالش راحت شد. همه دکترای مصری توی بیمارستان حضور داشتن. دیبیکی به کمک دستیارانش و جراحان مصری عملو انجام داد. تحال که خیلی بزرگ شده بود به سرعت برداشته شد به اصرار فلاندرن یه بافت برداری از کبد هم انجام شد دکتر مصری در حین عمل متوجه میشه که انتهای لوزالمعده آسیب دیده و به دکتر دیبیکی پیشنهاد میده که شکم بیمار رو به کلی نبندن و مجرایی در اون قرار بدن اما دکتر دیبیکی قبول نکرده بود روز سوم شاه درد شدیدی در ناحیه تحتانی سمت چپ قفسه سینه احساس کرد که تا کتف ادامه داشت این درد به نظر دکتر فلاندن طبیعی نبود اون نگران این بود نکنه در محل تحال مشکلی پیش اومده باشه. دکتر دیبیکی رو از این نگرانی مطلع کرد. اونا بی اهمیت حرفش را رد کردن. مدتی بعد فلاندن بافتای برداشته شده از تحال زیر میکروسکوپ گذاشت و متوجه شد قدرت سرطانی با سلولهای بزرگ همه تحال گرفته. میشه حد زد که این قدرت به کبد هم سرایت کرده باشه و خیمتر از اون بافت لوزول بود که فلاندن سلولهای بدخیم رو در اون مشاهده کرد. فلاندن تشکیل یک کانون چرکی و توی محل جراحی پیشبینی می کرد. و باور کردن این مطلب که جراحی به معروفیت دیبیکی به همین نتیجه نرسیده باشه براش مشکل بود با وجود دردها مدتی بعد دکترا اجازه مرخص شدن از بیمارستان رو دادن مدتی بعد تب شاه دوباره شدید شد اونقدر آنتیبیوتیک تزریق شده بود که یه رگ سالم توی بدنش نمونده بود اشتهاشو از دست داده بود تشخیص دکتر کلمن یه بیماری عفونی بود ولی پروفسور فلاندرن هنوز معتقد بود که آبسهای در بدن رو دکتر دیبیکی هم علت اونو زاتوریه میدونست باید دوباره شاه بستری میشد فلاندرن از من خواست که به دکتر دیبیکی بگم فوری به قاهره بیاد چون وضع شاه وخیمه اما دکتر دیبیکی اومدن و لازم نمیدونست و فقط خواست رادیوگرافی از ناحیه شکم و براش بفرستن فلاندرن هنوز نسبت به اوزا بدبین بود برای تب میزان بالای آنتیبیوتیک تجویز میکردن ولی این تلاش ها بیفایده بود فلاندرن در جریان اوزا عملا نبود و مطمئنا دلایلی برای دور کردن فلاندرن وجود داشت از چهره شاه معلوم بود که دچار عفونت شدید شده در مقابل این عفونت سه ماهه چه کاری میشد کرد این مشکل جراح بود دکتر فارنیز از فرانسه دعوت فلاندر و منو قبول کرد فارنیز آخرین امید بود او فرضیه های فلاندرن رو تایید کرد دکتر کلمن مدام موجب گرفتاری فلاندرن فراهم میکرد و با نظر اونا مخالف بود و مدام اصرار می کرد که حال شاه به خاطر وجود میکروب سالمونلا در خون بد شده و سعی می کرد به بهانه اومدن یه متخصص سالمونلا از نیویورک عمل جراحی و عقب بندازه. صبر فلاندن تموم شده بود و نمیتونست عصبانیتش رو مخفی کنه و میگفت به اندازه کافی سلامتی شاه به شوخی گرفته شده از سه ماه پیش دکتر فلاندن از وجود یه آبسه خبر داده بود ولی حالا بعد از سه ماه این بار همه متوجه شده بودن جراحی انجام شد و یک لیتر نیم چرک و تکه های فاسد شده ی لوزول خارج شد آیا هنوز میشد شاه و نجات داد شاه به طور ناگهانی به کما میره شاه به خاطر خونریزی شدید داخلی نبض و فشار خون نداشت پزشکای مصری و فلاندرنو با خبر نکرده بودن مدتی بعد از اون دکتر فلاندرن تونست متخصص بیهوشی مصری رو پیدا کنه و خون لازم رو به شاه تزریق کنن شاه از کما خارج شد دکتر فلاندرن وضعیت شاه و برای شهبانو و شاهدخت اشرف توضیح داد و به اونا گفت که شاه شب و به صبح نمیرسونه و از شهبانو خواست بچه ها رو با خبر کنه. تلاش پزشکا باعث شد شاه چند ساعتی و به هوش بیاد که بتونه با همه صحبت کنه. سپید دم شاه درگذشت. همه کنارش بودن که دو نفس عمیق کشید و بعد هم همه چیز تموم شد. همه حیران در بخت فرو رفتن. شاه دخت اشرف به شهبانو گفت چشماشو ببند. شهبانو چشمای شاه و بست و بعد کیسه محتوای خاک ایران و دعاهایی که زیر بالش او بود و برداشت. دکتر پیرنیا حلقه ازدواج رو از انگشت شاه بیرون آورد و به شهبانو داد. همه رو از اتاق خارج کردند و بعد همه نوبتی برای بوسیدن شاه رفتند. ادامه رو از زبان شهبانو براتون میگم حالا باید خبر مرگ شاه و به لیلا و علیرضا که در کاخ قبه بودن بدم وقتی رسیدم به قصر رئیس جمهور همسر و دخترش اونجا بودن هشت نفر اونجا بودن تا زودتر از دیگران به ما دلداری بدن لیلا و علیرضا این خبر رو از زبان پرستارشون شنیده بودند چند دقیقه بعد لیلا توی اتاق خودش بدون گریه در حال آماده کردن لباسهای سیاه بود. قدرت این که تنها شب و به صبح برسونم نداشتم. از بچه ها خواستم کنارم بمونن. رضا و فرهناز و لیلا اومدن. ولی علی رضا ترجیح داد با غم خودش تنها بمونه. تو رو روی زمین پهن کردیم و شب و کنار هم بودیم. دوستان به پایان این ویدیو رسیدیم. در آینده قصد دارم ویدیو مراسم خاک سپاری محمد رضا شاه بسازم لطفا این ویدیو رو به اشتراک بذارید بازدیدش به ده هزار برسه زودتر آمادش میکنم لطفا لایک فراموش نشه ممنون از همراهیتون